برکت بر نام اعظم عیسی مسیح، برکت بر نام پرجلال عیسی مسیح، برکت بر نام پرشکوه عیسی مسیح. شالوم خداوند با شما و بر شما باشه. دوستتون داریم. شالوم بر کلیسای اسمینا و همه اونایی که توی لایف استریم با ما هستن، عزیزانی که داریم. خوشا به حال کلیسایی که بر میخیزه و میسته در اتحاد ایمانی برای اعتراف نیکو. آمین. به طور خاص میخوام از فرصت استفاده کنم و سلام مخصوص داشته باشم برای برادرم حمید و خانومشون و دختر خانومشون، همینطور مژگان عزیز. برادرم حمید در ترکیه هستن و مژگان عزیز که توی دانمارک با ما هستن همین لحظه. پس میخوایم اعلام کنیم و اعتراف کنیم، اعتراف کنیم و اعلام کنیم که در نام مسیح خداوند همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، از جانب پدر است. آمین. نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. ایمان دارم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است، استرابی ندارم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم ندم، بلند باشم نپست، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد، نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم محکوم به پیروزی هستی، چون وارث عیسی مسیح هستی. آمین. 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 خدا رو شکر برای کلام زندهش و کلیسایی که خودش با دستای خودش بنا کرده و شکل داده. فکر کنم در مورد هفته پیش و جشنمون فقط میتونیم بگیم سپاسگزار هستیم بی نهایت، هم از همه اونایی که خدمت کردن صادقانه، صمیمانه، همونایی که پشت صحنه خدمت کردن، حتی جلوی دوربین نیومدن، همونایی که روی این سن عیسی مسیح رو جلال دادن، و همه شما عزیزانی که مهمانانمون رو به شکل خیلی خاصی محبت کردید و بشارت دادید. واقعا خسته نباشید. پیام امشب خداوند برای کلیسای اسمینا از رساله اول پولس به کلیسای قرنتیانه. در نام عیسی مسیح پیامیه برای کلیسای اسمینا امشب. به طور خاص خداوند منو ملزم کرد که این آیه رو امروز راجبش صحبت بکنیم. اول قرنتیان باب 16 آیه شماره 9 اینطوری میگه، میگه زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین بسیارند. زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد، اما معاندین، دشمنان، عدو بسیارند. دروازه بسیار بزرگ و کارساز
برای ما باز شد، اما دشمنان بسیار هستند. پولس اینطوری میگه، من تا چون عید فصحه و اینطوری میگه عید قیامه، من تا پنتیکاست در افسوس در این مکانی که هستم خواهم ماند. من تا پنتیکاست، من از عید فصح، من از عید قیام تا عید پنتیکاست در این مکان میمانم، زیرا دروازه بسیار بزرگ و کارساز برای من باز شده، اما دشمنان بسیار هستند. در نام عیسی مسیح امشب میخوایم راجع به دروازه گشاده و باز و کارساز سخن بگیم، چون پیام خداوند برای کلیسای اسمیناینه فصل دروازه باز و گشاده بر این کلیسا آغاز شده. دریافت کن به ایمان، به ایمان. آیه های زیادی بود، پیام های زیادی در دلم، و خدا امروز صبح تمام پیام ها رو عوض کرد و گفت مجبوری که بیستی و اعلام کنی، علی رغم هر آنچه که دیده میشه، هر تاریکی، هر خلل، هر درد، هر کمی، هر بیماری اعلام کن، بیست و اعلام کن و به اسمینای خداوند بگو که فصل درهای باز و گشوده آغاز شده، دری که کارسازه برای قوم مقدسین خدا در اسمینا باز شده. همگام که به روشاشانا وارد شدیم و طلوع فجر اومد، دروازه خداوند باز شده بر روی ما، علی‌رغم هر مکانی که درش هستی، هر موقعیتی که احساس میکنی درش گیر کردی، دروازه عظیم و کارساز برای تو و در مقابل تو گشوده و بازه، گشوده و بازه. به ایمان دریافت کن. من میخواستم قبل از اینکه وارد پیام بشیم یه چیز کوچولویی رو بگم که یه عزیزی که عزیز اسمیناز و جز اسمینا حسابش میکنم، خواهرم در دانمارک، مژگان عزیز رو سوالی از من کرد و تقاضایی داشت و خواستم فقط یه آیه کوچولو رو تقدیم به خواهرم بکنم، همینطور به شما اگر شما در اون مکان قرار دارین. اگر جز کسایی هستید که احساس میکنید به چیزی وابسته هستید که براتون مفید نیست، میدونین که براتون مفید نیست، میدونین که جایزه ولی مفید نیست برای جانتون، جسمتون، روحتون، علم نتونست متقاعدتون کنه که کنارش بذارید، حتی با عقل و منطق هم جور در نمیاد، بعضی مواقع برمیگرده به جهالت و خرافات، ولی نمیتونی از دستش آزاد بشی. مثلا مثل عادتی، مثل عادت سیگار کشیدن، که عزیز خواهش کرده براش دعا بکنیم و در این مورد آزاد بشه. امشب میخوام یه آیه رو بهت بدم، اگه جز اون عده‌ای هستی که میخواهی آزاد بشی، این آیه در همه مواردی که توصیه شده کار کرده، ولی مسلماً اگه تو بخواهی شفا رو دریافت میکنی و آزادی رو تجربه میکنی. و در اعمال رسولان باب 16 آیه 16، اعمال رسولان باب 16 آیه 16، آمی که اگه امروز مورد نیازت نیست، یه روزی میتونه مورد نیازت باشه. اگه جز کسایی هستی که امروز حاضری و میخوای این قدم رو برای زندگی خودت برداری و آزاد بشی، پولس به دختر جوانی که روحی بر اوه نهیب میده و به او فرمان میده، به روحی که دروه، که از این دختر بیرون بیاد و این دختر رو ترک بکنه، و در لحظه اون دختر رو ترک میکنه. میدونم اینجا نوشته شده روح فالگیری، چون روح فالگیری هم از جنس همین روحیه که کلمه اصلی لاتین میگه
و اون کلمه روح افعیه، روح پایپونه، مار افعی. و میخوام امشب تشویقت کنم، وقتی به منزل میری میتونی گوگل کنی، میتونی عکسای مار افعی رو نگاه کنی و روش مطالعه کنی و دقت کنی و ببینی مار افعی چی کار میکنه با تومه. میدونی چی کار میکنه؟ نیشش نمیزنه، دورش میپیچه، او رو در آغوش میگیره، فشارش میده، بغلش میکنه و بعد فشار رو زیادتر و زیادتر و زیادتر میکنه، در حدی که استخوان‌ها رو میشکنه، ریه ها کلاپس میکنه. چون میدونی دنبال چیه؟ دنبال نفست، نفش، روح نفش، همون چیزی که خدا داره دمید تا حیات داشته باشی و انسان سخنگو باشی. بعد که جان رو و نفش رو ازت گرفت، میتونی تجسم کنی؟ درسته میتونه ببلعدت، حتی اگه به بزرگی یه ببر باشی. میتونین عکسای وحشتناکش و فیلمای وحشتناکش رو تو نت نگاه کنیم، ما اینجا نشون نمیدیم که مردم زیاد احساس بدی نکنن. پس در نام عیسی مسیح، اگه اون کسی هستی که میخوای از همچین روحی که برات سلطه داره در آغوش گرفتتت، فکر میکنی بدون اون کامل نیستی، عادت کردی به این صدای فندکه، به این زیر سیگاری، به سیگارای خوشبویی که فکر میکنی داری، اگه روح فالگیریه، روح فالگیری از جنس روح عفیه و عیسی مسیح از روح عفی خیلی سخن میگه، میگه ای عفی زادگان، کسانی که روح عفی دارید، روح فالگیری، احسار ارواح، عادت میکنی. خدا رو شکر که ما از قومی میایم که آقایونمون هم دیگه دفترچه دارن، اینقدر پیش فالگیرا رفتن در کشورمون متاسفانه. روح جادوگری همش از جنس روح عفیه. در نام عیسی مسیح، اگه اون کسی هستی که آماده ای و میخوایی شفایابی، در نام اعظم عیسی مسیح اعلام میکنم روح عفی از تو بیرون بره و تو رو آزاد کنه. آزاد شد در نام اعظم عیسی مسیح. هیچ قوتی بر تو نداره. تمامی اترکشن و جذابیت این سیگار، جادوگری و فالگیری از جان تو برداشته شده است در نام عیسی مسیح. خواهرم به طور خاص، مژگان عزیزم، دریافت کن، دریافت کن این آزادی رو. پولس اینطوری میگه، میگه دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد، اما دشمنان بسیارن. پس من از عید فصح تا از عید قیام، از عید فصح تا عید پنتیکاست در اینجا میمانم. میدونین که درها یه سمبولیه از این که ما میتونیم مکانمون رو و جایگاهمون رو عوض بکنیم. در اون چیزیه که بهت اجازه دسترسی میده به بُعد بعدی، به اتاق بعدی، به جایگاه بعدی. در اون چیزیه که میتونی بازش کنی و حرکت بکنی و جاری بشه، جریان پیدا کنه زندگیت. و ما اصطلاحا هم میگیم درهای ملکوت به چند نوع مختلف باز میشه. اگه بخوام براتون خیلی ساده بگم که خسته هم نشید امشب، بعضی درها مثل یه در معمولی میمونه که یه دستگیره داره و کافیه فقط بخواهی و وقتی به اون در رسیدی دستگیره رو فشار بدی و در رو بغلتونی و حرکت بکنی از یه بُعد به بُعد دیگه. بعضی درهای ملکوت با دستگیره فشار دادن باز نمیشه. دیدین پستچی ها یه کد مخصوصی دارن برای اینکه در ساختمون ها رو باز کنن. کلیسای ما یه چه همونی که داداش امیر گفتن، یه چیز کوچولو داره، یه قنبلی کوچولو داره، یه چیپس داره، یه کد نیاز داری. وقتی به در میرسی تا اون کد رو
نزنی نمیتونی از در عبور کنی. باید کدها رو داشته باشی، کد آسمانی رو، همون چیزی که برتولما داشت. ای پسر داوود کد آسمانی رو داد و در باز شد و در لحظه شفای بینایی رو دریافت کرد. بعضی برها فقط با کدهای مخصوص باز میشه. درهای دیگه ای وجود داره، مثل در کنسوم و ایکا و لیدل و نمیدونم از این چیزا. و میدونین چه دریه؟ اون دریه که فرق نمیکنه زن باشی، مرد باشی، بچه باشی، با کالسکه باشی، با رولاتور باشی، سگت همراهت باشه یا نباشه، وقتی در مقابلش میایستی یه سنسور داره، یه چشمی داره و تو رو میبینه و وقتی حضورش حضور تو رو حس میکنه، درها به سوی تو باز میشه. در چه مکانی هستی، چه پوزیشنی داری، حضورت در حضور چه کسیه. چون اگه در جای درست قرار بگیری، هر قد و قامتی که داشته باشی، هر گذشته‌ای که داشته باشی، هر باری که از گناهان حتی و محکومیت رو دوشت باشه، اون حضور نسبت به تو همیشه جوابش بلی بلی آمین آمین دخترم دریافت کنه و باز میکنه در رو برای تو. یه در دیگه ای بود، یه نوع دیگه در وجود داره و اون در خیلی خیلی برمیگرده به تایمینگ ما، به زمانهای ما. اینه که راز فصل و زمان رو بفهمیم و دریابیم. مثال میزنم دوش پتروس عزیز رو که شروع میکنه به نواختن و گروه برک یه جای از موزیک باید وارد موزیک بشه و شروع کنه به خوندن و سرایدن و اگه اون مکان وارد موزیک نشه مجبور سب بکنه تا رهبر گروه دوباره اون تیکه رو بنوازه و در گام درست وارد بشه دوباره، وگرنه همه چیز به هم میریزه. درهای مختلفی اسم برده شده ازش در کلام. ما در اعمال رسولان باب 14 میخونیم که شاگردان عیسی مسیح حواریون به شهرها میرن و موعظه میکنن و درهای ایمان رو میگشایند رو به قوم ها. درهای ایمان وجود داره. میدونیم ما یه پیام داشتیم راجع به تبعیدیان امید، چیزی که یوئیل میگه. درهای امید وجود داره که بی نظیره. ولی اینجا نوشته شده در عظیم و کارساز، اون دری که شاه دره، مستره، در اصلیه، اون در افکتیو و کارساز باز شده. پولس میگه پس در این مکانی که هستم میمونم چون موقعیتی رو خدا برای من فراهم کرده، اما دشمنان بسیارن. در عین اینکه لطف خدا شامل حال من شده در جایی که فکرشو نمی کردم، چون چند سطر قبلش میگه تصمیم داشتم از این مکان فقط عبور کنم ولی الان تصمیم گرفتم که اینجا بمونم، چون خدا دری عظیم و کارساز رو بر من باز نموده. در عظیم، من بزرگ فکر میکنم خواهر رازیتا، من خیلی خودم رو قبول دارم، من یاد گرفتم تو اسمیرنا که در خداوند کی هستم. هر چقدر بزرگ فکر میکنی و آرزو داری، پدر از تو بزرگتر فکر میکنه. میگه فکرهایی که من دارم نسبت به فکرهایی که تو داری برای خودت از فاصله آسمان تا زمین فاصله داره. فکر من نیکوتره و بزرگتره و او قادر است ماورای آنچه که دعا میکنی و تصور میکنی برای تو انجام بده نسبت به روحی که در تو در کاره. او قادره. فکرهای عظیم، کارهای عظیم، درهای عظیم، چون میخوایم به این در عظیم دوباره برگردیم.
کارسازه، افکتیوه. چون به توانایی زمینی خودم همه راه ها رو رفتم، همه راه ها رو درست رفتم، به همه حرف ها گوش دادم و به نتیجه نرسیدم. ولی این در افکتیوه و کارسازه، چون او برای من قرارش داده، به مس و قوت او باز شده و قرار تغییر ایجاد بشه در نام اعظم عیسی مسیح. تغییر رو دریافت کن، تحول رو در زندگیت اعلام میکنم در نام قدوس عیسی مسیح. به ایمان، به ایمان دریافت کن. تنها چیزی که باید بدی ایمانه. فقط باور کن که این در باز شده. عقل من به من میگه امکان نداره، هنوز قراره طول بکشه تو زندگی خودم، ولی به ایمان قرار ازش عبور بکنم. میدونم اینا، ایمان دارم. تا پنجشنبه آینده قرار شهادت‌های بسیار عظیمی داشته باشیم، درهایی که خدا باز کرد. همینجا قراره بایستیم و اجازه خدا رو بگیم، چون فصل باز شدن درها رسیده. پدر اینو گفته، پدر همه نقشه ها رو به هم ریخت برای پیام امروز و گفت فقط کلام منو بگو. اگه در قعر ناامیدی هستی، خدا در رو باز کرده، باز شده اعلام میکنم. به ایمان برو و دریافتش کن در نام اعظم عیسی مسیح. امروز میخوام به چالش بکشم همه حسودان رو، همه متنفرینت رو، همه اونایی که بهت گفتن نمیتونی و قادر نیستی و به هیچ جا نمیرسی. اگه جرأت دارن الان بیستن و به تو اینو بگن در نام اعظم عیسی مسیح، فصل در بازو در زندگی دلام میکنم. به ایمان دریافت کن، به ایمان دریافت کن نام اعظم عیسی مسیح. دکتر گفت احتمال سرطان و ام اس، وکیل گفت نمیشه، بانک گفت مردودی، در نام اعظم عیسی مسیح فصل گشایش آسمانو بر زندگی دلام میکنم. به ایمان دریافت کن، به ایمان دریافت کن. شکرت عیسی مسیح، شکرت روح قدوس خدا. مرسی پدر، مرسی عیسی مسیح، شکرت خداوندا. یه آیه دارم از رومیان، آیه باب 10 آیه 8 اینطوری میگه، میگه لکن چه میگویند؟ کلام نزد تو و در دهان توست و در قلب توست، یعنی این کلام ایمان که به آن وضع میکنم. و اگر به زبان خود اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری، نجات رو دریافت میکنی. اگر به زبانت اعلام کنی و در دلت ایمان داشته باشی که او خداست و خدای حیاته و خدای درهای بازه، هر آنچه که مرده قرار قیام بکنه. و کلام نزد توست و نزدیک توست، اینقدر نزدیک به تو، به اندازه زبانت به تو نزدیکه و روی کلامته و روی دهانته. چی اعلام میکنی؟ فصل درهای باز رو اعلام میکنم، اعلام میکنم فصلیه. اسم اینا خوب گوش کن اینجا رو، هر آنچه که اعلام کنی دریافت میکنی. به واسطه آنچه که اعلام میکنی، معجزه ها تو رو تعقیب میکنن. امشب قراره تمرین کنیم و چیزهایی رو اعلام کنیم و دستور بدیم و به زبان بیاریم و زندگیمون و آیندهمون رو عوض بکنیم، چون نزد توه اجازه تو و بر زبانته و نزدیک توه و اگه از قلبت بر بیاد و فقط جاریش بکنی. دانشمندا میگن کافی نیست که سعی کنی یه جایی رو ایزوله کنی برای صوت، چون اگه کوچکترین مولکول درز و یه اپسیلون درز وجود داشته باشه و شکاب، صوت، موج صوت یه قابلیتی داره که اون درس رو جستجو میکنه و ازش عبور میکنه. خاصیت صدا اینه،
شاعر میگه تنها صداست که میماند. یحیی اینو میگه، میگه من صدای ندا کننده در بیابانم، بعد 700 سال نمیتونی منو متوقف کنی. موج صدای تو امشب چی میگه؟ در نام عیسی مسیح، هر کسی که در موج ارتعاش صدای من قرار داره، در باز و گشاده آسمان رو تجربه کنه در همین فصل نیکوی خداوند، در نام اعظم عیسی مسیح. اگه تو بگی، این استخوان‌های مرده زنده میشن و سربازانی پر از روح قدوس خدا میشن. چی میگی اسم اینا؟ مواظب باشی میگی، چون طبق چیزی که در این فصل اعلام میکنی قراره زندگی تغییر بکنه. مهم نیست دکترا چی میگن، من اعلام میکنم قده سینه تو سرطانی نیست. من اعلام میکنم در نام اعظم عیسی مسیح، نبوت زندگی تو سلامتیه و بس. علی اعلام میکنم جواب دکتری که منتظرشی و بهت میگن سرطانه، من اعلام میکنم علی سرطان ندارد در آلمان. من اعلام میکنم. تو چی اعلام میکنی؟ و فقط مهمه یه نفر اینجا باشه و با من موافق باشه، چون اتحاد دو اجاز میکنه. تو با من موافقی؟ ایمان دارم، ایمان دارم آیندمونو عوض میکنیم. امروز میتونی با کلامت و چیزی که نبوت میکنی ازدواج نیکوت رو نبوت کنی. اگه فرزندانت گم شدن نبوت کن، اعلام کن، چون فصل درهای بازه، فصلیه که به چیزی که اعلام میکنی قرار دریافت کنی برکات رو، شفا رو، پیروزی رو. این پیام خداونده برای امشب تو اسمینا. آیا میخوایی شفا یابی؟ اگه بخوایی شفا یابی، میتونی دستگیره رو بگیری و فشار بدی و با ریمایی که بلد شدی، آنچه که پدر میگه فقط من میگم، عیسی مسیح میگه، اعلام کنی و این در قرار در چارچوب جابجا بشه و باز بشه و قرار پری خداوند رو ببینی و اعجاز خداوند رو ببینی. کدهای آسمانی تو داری یا نه؟ ریما، ریماهای تو قرار درها رو برای تو باز بکنه. آیا در حضور خداوند هستی؟ آیا حضور خداوند، سنسورهای حضور خداوند فرقی نمی کنه؟ اگه مثل من کوچولو موچولوی یا رشیدی جلال بر خدا مثل پسر من فاد، فرقی نمی کنه. او قابلیت داره. اگه قلبت با خداونده، او با توه و حضور تو در کنار او، درها باز میشه برای تو. کلیدی در دستان منه و به تو میدم و دری رو برای تو فراهم کردم که هیچ انسانی قادر نیست او رو ببنده. عیسی مسیح میگه در کتاب مکاشفه، دریه اسمینا منتظر تو، برای تو، به اسم تو. هیچ انسانی قادر نیست اون رو ببنده، چون او گفت باز شد برای فرزندان من، دریافتش کن. نگران چی هستی؟ خودتو خسته میکنی و درگیر میکنی با کومنت ها، با غیبت ها، با جواب دادن ها، با شبیه شری شدن ها، با استرس ها و نگرانی ها. او گفت باز شده، هیچ کسی قادر نیست روی تو ببنده. دری که منتظر توه، میفهمی؟ در انتظاره که تو بری طرفش و برای تو باز بشه. دری رو به اسم تو قرار داده، به نام تو. خیلی قرار ازش عبور کنن، ولی اگه تو عبور کنی، دیگران قادر خواهند بود عبور کنن در نام عیسی مسیح. اونا هم قراره برکت بگیرن اگه تو عبور کنی. به اسم توه، به اسم توه. اونو قرار داده، منتظر تو. چرا منتظر توه؟ منتظر کیه این در؟ منتظر چه کسانیه در حقیقت؟ منتظر اوناییه که
که از تست ها عبور کردن، آزمایش ها رو بردند، واجد شرایطن. و عیسی مسیح میگه برای تو قرارش دادم، آنانی که با تا انتها وفادارانه می ایستند. نه، من باب 5 عاشقش هم همیشه میخونم، ولی تو باب 10 یه جمله داره، من نمیتونم. آها، اینجا یه خادمیه، یه وقتا بوی خوبی نمیده، من نمیام، جواب سلاممو با لبخند نمیده. آنانی که وفادارانه می ایستند، جلال او قرار ظاهر بشه. جلال او در منتظر توئه که ایستادی، انتخاب کردی به ایستی برای تو، برای که فقط نزدیکش بشی و برای تو باز بشه و گشوده بشه. اما پولس چیز دیگه ای میگه در انتهای جمله، میگه دشمنان 1، دشمنان 2. دشمنان چه بسیارند، دشمنان خیلی زیادند. هر دری که قرار باز بشه و یه دروازه عظیم و کارسازه، قرار دشمنا دورشم بشن. میدونی چرا؟ چون میخوان تو ازش عبور نکنی، چون میدونه شریر اگر تو ازش عبور بکنی، قرار جلال خدا ظاهر بشه، نام او شهادت داده بشه. عدو، دشمن، ترجمه شده به انگلیسی adversary، اون یکی از اسامی شیطانه، اون دشمنی که بر علیه توه، مخالف توه، دنبال جانته، میخواد آرامش تو بدزده، راحتی و پیروزی تو بدزده، دنبال حیاتته، دنبال نور توه و به طرف تو میاد، در جستجوی توه، بر علیه توه، در تعقیب توه. چقدر وحشتناک، نه؟ با اون دشمنی که بر علیه منه و به من چسبیده و ولم نمی کنه و میخواد که من این در رو نبینم، میخواد فکرم رو مشغول کنه، میخواد باور کنم که گناهکارم، که لایق نیستم، که خون عیسی مسیح قادر نبود منو نجات بده، میخواد من باور کنم که آینده من قراره مثل گذشتم باشه، هر راهی رو برم قرار نتیجهش مثل نتیجه زندگی بی‌ایمانا بشه، میخواد به من باور غلط رو بده، میخواد دروغ‌ها رو به من تحمیل کنه. با اون باید چی کار کرد؟ دری عظیم و کارساز، اما دشمنان چه بسیارند. هر طرفی که میرم احساس میکنم در تعقیب من، پشت سرم حرف میزنن، خطاهای گذشتم رو تو سرم میکوبن، همه اون چیزایی که خدا بخشید و فراموش کرد و میگه خریده شده هستی، فدیه داده شده هستی، برای تو آرزو و فکرهای عظیم دارم، همه اونا رو میخواد از من بدزده، شادیمو، فرزندیمو، مقاممو میخواد بدزده. با اونا باید چیکار کرد؟ بهتون میگم با اون باید چیکار کرد. امشب قرار شریر دستش رو روی زندگیت ورداره، از روی خانوادت، اموالت، جانت، آرامشت، خوابت، در نام اعظم عیسی مسیح امشب قرار آزادی بیاد، طبق کلام خدا و وعده خدا برای اسمیرنا. هر کسی که در ارتعاش این موج صدای منه، اگر بخواد قرار امشب آزاد بشه از دست دشمن دیرینه شریر، آزادی نزدیکه، امشب قرار آزاد بشه، ایمان دارم فردا صبح قراره در آرامش بیدار بشه، بدون استرس، بدون نگرانی، بدون اون چیزی که جانشو میخوره، یه شب خواب راحت، یه صبح بیدار شدن بدون بغض، یه شب خوابیدن بدون بغض،
بدون افسردگی، بدون افسوس ها، بدون چراها و اماها، در نام اعظم عیسی مسیح امشب شب آزادیه. پولس میگه عید قیامه، عید فصحه. عید فصح یادتون میاد چیه؟ عیدیه که بهش میگیم عید عبور، عید عبور کردن. میدونین چی عبور میکنه؟ فرشته مرگ. فرشته مرگ در تعقیب منه و قرار جان منو بگیره و باید جان منو بگیره، ولی به واسطه چیزی که بر منه، خون عیسی مسیح قربانی اعظم بره کامل خدا، فرشته از من عبور میکنه و اجازه نداره جان منو لمس بکنه، اموالمو لمس کنه، عزیزانمو لمس بکنه. عید فصح، عید فصح، عید فصح. من تا پنتیکاست در این مکان میمانم. میدونین پنتیکاست کیه؟ پنتیکاست اون عیدیه که روح قدوس خدا ریخت. عیسی مسیح در من امید جلال منه. این عیده، عیدی که روح قدوس خدا به وفور بر ما ریخت و حالا عیسی مسیح در ما، در مسیح در قالب عیسی فقط نیست، در قالب یکی که ما روی زمین داره زندگی میکنه. تا اون موقعی که عید پنتیکاست بیاد من در اینجا میمونم. میدونی چرا؟ چون اول باید هر آنچه که مرگ از خودم دور کنم، قوتمندی شریر رو بردارم و امشب قراره بیستیم هممون و همین کار رو انجام بدیم. قراره تو این کار رو در زندگی خودت انجام بدی، قراره دستور بدی در یه بعد برتر روحانی، فرمان بدی به مرضها، به روح فقر، به روح سردرگمی، به روح دودلی، به روح بدبیاری، به روح طلاق، به روح زنا، به همه ارواحی که در تعقیب جانتن و بهت چسبیدن، روح خشم، روح غرور، در نام اعظم عیسی مسیح فرمان بدی و دورش کنی. در نام اعظم عیسی مسیح قرار فرمان بدی و آرامش بیاد در وسط طوفان عظیم زندگیت. قرار دستور بدی و آرامش عیسی مسیح بیاد وسط تمامی آزمایش ها و بیمارستان ها و خستگی ها. قرار دستور بدیم و رافا بیاد به سمت ما. طبق کلام خدا، وعده خدا اینه، درهای آسمان باز و گشوده است. میخوام یه چیزو بگم. رامین اینجا نشسته، میخواستم اول با چشم ازش بپرسم بگم یا نگم. ولی سالیان ساله که من تصمیم بسیار جدی دارم برای اینکه از این کشور مهاجرت کنم و برم کشور دیگه زندگی کنم. مدام منتظر نشانه های خدا بودم و تایید خدا رو مسلمم. من بدون تایید خدا تکون نمیخورم و منتظر بودم، روی زانو بودم. روزی نبوده در این مورد دعا نکنم، تحقیق نکنم، سعی نکنم، ولی منتظر تایید آسمان باشم. برای اولین بار دارم اینو به کسی جز همسرم مطرح میکنم و متاسفانه خودش الان اینجا نشسته. به هر حال دعوا برای شب. و جالب اینه، بعد سالیان سال احساس کردم درسی باز شد، روشنی اومد و بعد چون اشتباه متوجه شده بودم، یه چیز خیلی عجیب میخوام بهتون بگم. خدا در ماه یونی، جون امسال، کاری کرد. قانون کلی کشوری که خواهر عزیزا میخواست بهش مهاجرت کنه عوض شد. مرسی برای درهای بسته. شکر عیسی مسیح برای هر دری که بستی، برای هر کسی که انتخاب کردم و
اشتباه بود برای زندگیم و بیرونش کردی. برای هر شغلی که طرفش رفتم و به هم ندادن. چقدر شکرگزاری میکنی برای درهای بسته. وقت بذاریم شکرگزاری بکنیم. چون اگه یه ذره فکر بکنی به چند سال پیش که یه ذره جوانتر بودی، یه ذره زیباتر و با تراوتتر بودی، یه ذره خامتر بودی از نظر بلوغ، بلوغ فکری، عاشق چه آدمایی بودی، فکر میکردی بدون اونا نمیتونی زندگی کنی و امروز روی زانو میگیم خدایا شکرت، چون امروزشون رو میبینیم، امروز اون شرکت ها رو میبینیم، امروز اون کشورها رو میبینیم، امروز اون خانواده ها رو میبینیم. مرسی برای حفاظت های تو پدر. دری عظیم و کارساز برای تو باز شد است. دریافت کن به ایمان. خیلی درها باز میشه. خیلی درها باز شد. شکرگزاری کردیم. بعد یادمون رفت. آروم آروم تو تعریف آخر جلالو به خودمونم دادیم خیلی مواقع. آخر فهمیدیم شاید هم یه مقدار سعی خودمون بود و لیاقت خودمون بود. خدا رو شکر میکنم که به لیاقتمون خداوند به ما نمیده. به فیض عظیمش میده. چون لایقه. شکر برای همه درهای عظیمی که خداوند تو زندگیمون باز کرد. ولی من امروز فهمیدم در عظیم، اون شاه در، اون مستر در، اون در حقیقی، عیسی مسیح در یوحنا میگه من در هستم. در نام اعظم عیسی مسیح اعلام میکنم فصلیه که خداوند قرار نیست دری رو باز کنه، قرار خودش رو بر تو باز کنه و تا انتهای فیض او رو دریافت کنی. فصل برکت، پوری رحمت، شادی، نجات و گشایش رو. چون این اون در عظیمیه که خود عیسی مسیحه. و مهم نیست چند تا در رو من باز شد و بسته شد به فیض عظیم خداوند. فصلی رو وارد شدیم که عیسی مسیح میگه خودم رو میخوام آغوشم رو باز کنم برای تو، برای زندگی تو، برای خانواده تو، برای کشور تو، برای همونه که در تاریکیان، در رنجن و به تو بستن و وابستگی دارن، برای همه اونهایی که یه روزی در این محراب ایستادن و امروز در بین ما نیستن، برای همه اونهایی که غبار روزگار اونها رو برد. در نام اعظم عیسی مسیح، عیسی مسیح خودت رو باز کن رو به ما. وقتی تو خودت رو میگشایی و مکاشفه حقیقت تو رو میگیریم، همه درها باز شده است. غیر قابل توقفیم، غیر قابل تاثیرپذیری هستیم خداوندا. میخوایم تو رو به ما گشوده باشی، نجات به خاک ما بیاد، به خانوادمون بیاد، به همسران و فرزندانمون بیاد، مادران و پدرانمون، همسایه همون خداوند قدوس، دری که تو هستی. در نام اعظم عیسی مسیح رو به فارسی زبانان قراره باز شه. عیسی مسیح قراره از ملکوت تاریکی کشورهای ما رو، از ملکوت تاریکی اسلام بیرون بیاره و وارد ملکوت حیات کنه. ملکوت خودش، ملکوت خودش که بی نظیره و خارق العاده است. ای خداوند قدوس، میدونم در دلت شکستگیه، نگرانیه، استرسه. در نام اعظم عیسی مسیح میستم به روح قدوس خدا در برابر هر آن چیزی که مانع رشد توه، جسمانی، روحانی، در زندگی اجتماعی و خانوادگی، هر محدودیتی رو برداشته شده اعلام میکنم. روح سرطان رو نهیب میدم، روح ام اس در نام اعظم عیسی مسیح، روح دیابت، روح مرضهای نسلی، روح اعتیاد، روح افعی در نام اعظم عیسی مسیح کنسل شده است و قوتی بر جان ما نداره. فصل در عظیم باز شده است، دروازه عظیم و کارساز.
خوشا به حال کلیسایی که برمیخیزه، چون خداوند قراره برای او برخیزه. و وقتی که خدا برمیخیزه، دشمنان قراره پراکنده بشن. میخوام ازت در یه بعد بالاتر، بعد سوم، در اندرونی جلوتر دعا کنی. میخوام اعلام کنی، میخوام ببینی خوشبختی تو، پیروزی تو، سلامتی تو، نجات تو، ثروت تو، برکت‌های آسمانی تو، عطایات رو در نام اعظم عیسی مسیح اعلام کنی. اعلام کنی، اعلام کنی. موفقیت ازدواج تو اعلام کن، سلامتی فرزندان تو اعلام کن، برکت‌های مالی تو اعلام کن در نام اعظم عیسی مسیح. هر آنچه که اعلام کنی مثل معجزه تو رو تعقیب میکنه در نام اعظم عیسی مسیح. فصل دروازه‌های باز اعلام میکنم، اعلام میکنم پوری تو رو، اعلام میکنم دست شریر از زندگی من برداشته شده است. نهیبت میدم شریر گم شو و دور شو و خاموش شو در نام اعظم عیسی مسیح. دروغ‌های تو هیچ اثری نداره در زندگی من. در نام قدوس عیسی مسیح اعلام میکنم مشوق عیسی مسیح هستم، فرزند عیسی مسیح هستم، خریده شده، فدیه داده شده، بها داده شده، عادل شمرده شده، به خون مبارک عیسی مسیح هستم. در بود روح میبندم هر قوتمندی شریر رو که بر علیه توه، همه شرارت آدم‌های پلید رو، هر آنچه که لعنته در افرادی که نسبت به تو حسادت میکنن، به سمت خیمه شریر برمیگردونم. طبق کلام خدا اعلام میکنم هر کس بر علیه تو، خدا بر علیه اوست، در نام اعظم عیسی مسیح آرامش تو رو اعلام میکنم. روی استرس برداشته شده هستی در نام قدوس عیسی مسیح. نگرانی بر ما هیچ قوتی نداری، افسردگی باطل شده ای، بی مفهومی در این کلیسا. روح خودکشی و اعتیاد نهیبت میدم، روح کورتاژ و طلاق در نام اعظم عیسی مسیح پرپر شده هستی در نام اعظم عیسی مسیح. به خون عیسی مسیح مهرت میکنم، به آرامش خدا، شالوم خدا، سلامتی خدا، برکت خدا، هدایت مستقیم خدا را دریافت کنی در این هفته ای که میاد، چون بهش نیاز داری در نام اعظم عیسی مسیح. با صدای فرشتگان خدا برخیزی و با نجوای اونها به خواب بری در آرامش. مکان استراحت در امنیت باشه، جو خانه و خانواده در سلامتی و شیرینی باشه. روح محبت و بخشش رو اعلام میکنم، روح عفوی رو نهیب میدم در نام یگان منجی عالم عیسی ناصری. در طوفان زندگی دستور میدم به هر موج نامخالف نهیب داده شده هستی، متوقف شده هستی، قدرتی نداری و چیره نمیشی در نام اعظم عیسی مسیح. تمام جوابهای منفی رو برمیگردونم. لطف الهی به وفور شامل حال تو باشه، فیض خاص خدا با تو باشه، سلامتی خداوند بر خانه و خانواده تو باشه در نام اعظم عیسی مسیح. بیستی و ریشه کنی و ریشه کنی و ریشه کنی در سلامتی و روح قدوس خدا، ریشه کنی در نام اعظم عیسی مسیح. وبا و بیماری به خانه تو نیاد، روح ترس به خانه تو نیاد در نام اعظم عیسی مسیح. هر قدرتمندی روحانی پلید رو نهیب داده شده اعلام میکنم، ارواح پلید نمیتونن وارد زندگیت بشن، روح ترس رو در تو ایجاد بکنن. جادوی جادوگران رو باطل شده اعلام میکنم، فال فالگیران، هر نبوت دروغ رو از نبیهای کاذب بر زندگی تو باطل شده اعلام میکنم. هر جادوگری که در علیه تو شد قوتی نداره در نام اعظم عیسی مسیح. خدای خدایان، شاه شاهان، الهیم و ادونای، الشدای، می
میپرستیم، در تو قوتمندیم، در تو میبینیم آرزوهامون را، آیندمون را. اقامت به سوی تو قراره بیاد، شغل به سوی تو قراره بیاد، همسر مبارک به سوی تو قراره بیاد. اگه عدالت او رو بطلبی، فقط ملکوت او رو بطلبی، همه چیزهای نیکو به سوی تو در حرکت. در نام اعظم عیسی مسیح شکرت میکنم. عیسی مسیح جلالت میدم، خدای قدوس، برای همه درهای بسته شکرت میکنم و میپرستمت. مرسی پدر، مرسی عیسی مسیح برای هر باری که گفتی نه، مرسی برای حفاظت تو، مرسی برای دروازه آسمان که باز شده است روی زندگی تو، در نام اعظم عیسی مسیح. اگه ایمان بدی فقط قرار دریافتش کنی، اگه فقط امشب باور کنی، نیکوی خداوند با تو قرار باشه. اگه قدرت الهیم رو باور داری، قدرت الهیم قرار تو رو خدمت بکنه، در نام اعظم عیسی مسیح هر آنچه که به زبان میاری به دنبال تو بیاد و تو رو تعقیب بکنه. بنابراین مواظب زبانمون قرار باشیم در این ایام، قرار نیکوی او رو بگیم، شکرگزاری کنیم، قرار اعلام کنیم که همسر قرار عاشق ما باشه. روح فقر رو نهیب میدم، روح نگرانی و ترس رو نهیب میدم، نام اعظم عیسی مسیح، نام اعظم عیسی مسیح. مریم مبارک، برای دختران این کلیسا، تو در دعای شفاعت هستی در آسمان. خداوند هر بانوی، هر دختری در این کلیساست، حفاظتش کن، بدنش رو خداوند، جسمش رو، روحش رو، جانش رو، در نام اعظم عیسی مسیح شکرت. عیسی مسیح شکرت خداوند. روح عفی له شدی، برداشته شدی، بی قدرتی، نفش هرگز نصیب تو نمیشه. قرار حیات داشته باشیم و حیات کامل تا انتها، آخرین نفس، برای جلال او قرار زندگی کنیم. نبوت کن، دستور بده، مانع زندگیت رو دستور بده و بردار. اگه غیبته، اگه بددلیه، اگه بدخواهیه، اگه پژمردگیه، دستور بده، دستور بده، در نام عیسی مسیح برداشته میشه. دری بسیار عظیم و کارساز باز شده بر زندگی هاتون اعلام میکنم. دشمنان بسیارند ولی قادر نخواهند بود ما رو لمس کنن، در نام عیسی مسیح، نام عیسی مسیح، نام عیسی مسیح. فقط فرمان بده، فرمان بده. طوفان مجبور بود از عیسی مسیح اطاعت کنه، در نام او فرمان بده. طوفان و باد، دریا از او اطاعت کرد، دریا از او اطاعت کرد. فقط فرمان بده در نام قدرتمند او، نزدیک، در زبانته، در زبانته، در قلبته، در زبانته، بر کلامته، اعلام کن، اعلام کن، اعلام کن.